الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بینندگان و شنوندگان بسیار معزز و گرامی باز هم خرسند هستیم در ارتباط معرفی راویان حدیث و اعلام حدیث ادامه بتیم. در این برنامه امام سومین امام حدیث که امام ترمذی سی بس ای را به معرفی میگوریم با شمول کتابشان که سنن ترمذی است. در ابتدا در مورد نشأت و پیدایش امام ترمذی سی، نام امام ترمذی سی محمد ابن عیسی ابن ثوره ابن موسی ابن ضحاک است و کنیهشان ابو عیسی است و نسبتشان که امام ترمذی سی منصوب به کیستن و چرا این نسبت دارن، در پایان نامشان سه نسبت می آید، یکی سلمی و دیگه بوغی و سوم ترمذی. سلمی گفته میشه به خاطر از اینکه قبیله بنی سلیم یک قبیله مشهوری از قیس غیلان بوده، اون امام ترمذی سی به او قبیله منصوب هستن سلمی. بوغی به خاطر از این گفته شده که بوغ قریه ای از قریه های ترمذ بوده که امام ترمذی سی اونو در او قریه متولد شدن و چشم به جهان گشودن و اونو به او خاطر بوغی گفته شده و ترمذی اونو به خاطر از این گفته شده که منصوب به شهر ترمذ. ترمذ یکی از شهرهای مربوط به ازبکستان امروزی است که در پهلوی دریای آمو و یا جیحون قرار داره و در مابین خاص و عام امام سی با همی نسبت یا با همی نام شناخته میشه، ترمذی ترمذی و امام ترمذی. امام ترمذی رحمه الله در سالهای تقریبا 209 و یا 210 هجری قمری متولد میشه. یک بحث اینجا در مابین علما هست وجود داره که آیا امام ترمذی سی نابینا تولد شد و یا ای که بینا تولد شدند و بعدن نابینا شدند. اقوال مختلفی وجود داره و قولی را که امام ذهبی و امام ابن کثیر و حافظ ابن حجر عسقلانی راجح قرار دادن و ایست که امام ترمذی سی بینا به دنیا آمد و در آخر عمر بعد از اینکه حفظ احادیث تکمیل کرد و تألیفات خود و کتابای خود تصنیف کرد، در آخر عمر به علت ترس از خدا و زهد بسیار زیاد و گریان بسیار زیاد اونو نابینایی برشان عارض شد و پیدا شد. اما ابتدا بینا بودن و در مرحله طلب و تحصیل علم در مرحله تألیف و تصنیف کتابها هم جور و بینا و صحتمند بودن، اونو در آخر این عارضه به علت قرائت و کتابت و نوشته و دیگه گریه های شب و اینه ای در نتیجه ازی نابینایی برشان پیدا شد. در ارتباط فرا گرفتن علم، مصادر و یا مراجع علمی دقیق به ما آغاز یا مو سال آغازی که در کدام سال امام ترمذی سی به فرا گرفتن علم اقدام کردن، اونو مصادر و مراجع این معلومات در دست ما نمیتن، اما از مجموع زندگی و یا سوانی زندگی امام ترمذی سی بیتون معلوم میشه که وقتی که ما سوانی از اینا در کتاب های تراجم یا در کتاب های تذکره نویسان میبینیم در اون مراجع، ای بعد از 20 سالگی به طلب و تحصیل شروع میکنه، چون علتش ایست که یک تعداد مشایخ و اساتیدی که بوده از اونا مشهورم بودن موجود بودن، امام ترمذی سی این فرصت پیدا نمیکنه که از اونا روایت کنه. بعد از وفات اونا امام ترمذی سی از کسای دیگری احادیث روایت میکنه. اونو اگر کمی پیش از 20 سالگی اگر اقدام به طلب و تحصیل علم و یا به رحلت میکردن، اونو باید از او اساتید روایت میداشتن.
به هر حال از اینجا بعضی های نتیجه را میگیرن که امام ترمذی سب تقریبا بعد از 20 سالگی به طلب و تحصیل و یا به رحلت پرداختن تقریبا سال 234 هجری 234 هجری قمری اینا رحلت های علمی و یا سفرهای علمی خود آغاز کردن. امام ترمذی سب گرچند کمی اگر ناوختر هم سفرهای علمی خود آغاز کرده باشند، اما خداوند برشان بسیار حافظه قوی و ذهن بسیار روشن و ذهن بسیار عالی برشان داده بود و به خاطر اینمی توانستند در مدت بسیار کمتر و در مدت زمانی کمتر توانستند مقدار زیادی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله حفظ کنند. در ارتباط قوت حافظه امام ترمذی سب روایت های وجود داره که دلالت بر قوت حدیثشان میکنه. از خودشان روایت شده میگه من در راه مکه بودم، طرف مکه میرفتم و از احادیث یک استاد دو جز و یا به اصطلاح دو کتابچه پیشم بود و نوشته کرده بودم. من وقتی که با استاد روبرو شدم از او پرسان کردم و من به این گمان که شاید اونمو کتابچه هایی که من داشتم او همراهیم باشه، ولی میبینم نیست، کتابچه هایم همراهیم نیست و از او استاد سوال کردم و جواب داد. بالاخره باز ما میبینم که همراه مونمو کتابچه هایی که نوشته کرده بود نیست، بلکه کتابچه سفید و یا اوراق سفید هست. ما به طرف ورق سفید سیل دارم. اون استاد متوجه شد، استاد گفت که تو خب در دوست ورق گرفتی اما ورق سفید هست و حدیث را که من میخوانم تو میخوای که مقایسه کنی اما او خود سفید هست، چی تو مقایسه میکنی؟ تو از ما شرم نمی کنی؟ اما تستحی منی، اینو می تو یک کلمه درشت به اصطلاح در مورد از ایچ کردن. بعد از او باز امام ترمذی میگه من برشان گفتم که من به این گمانی را باز کردم که شاید باشه روایت شما در اینجا، اما من متوجه نشدم، ولی چیزی را که شما برای من خواندین و گفتین همگیش من یاد دارم. قبول نکرد. بعد از اون میگه بالاخره ما خواندم اونم احادیث، ما خواندم چون حدیث بود و مرتب خواندم و برش اعاده ام کردم و یک حرفم میگه ما اخطأت فی حرف، در یک حرف و در یک نقطه ما غلط نکردم. اینمی قوت حفظ امام ترمذی سب بود که کمک کرد و با توانست با حفاظ و شیوخی که با اونا ملاقات کرد اونمو روایات از اونا را فرا بگیره و از جمله اساتیدی که اونو خدمت و یا شرف شاگردی اونا را داشت، امام بخاری سب، امام ابو زرعی رازی سب، امام دارمی سب دیگه امرای از اونا نه تنها شاگرد هست بلکه بسیار مناقشات علمی و یا گفتگوهای علمی هم امرایشان میکنه. اونو ای هم دلالت بر ذهن و ذکاوت بسیار عالی و قوه حفظ بسیار بلند امام ترمذی سب دلالت میکنه. شهرهایی که امام ترمذی سب سفر کردند و رفتن، اونو شهرهای اونو ترمذی گفتیم خب مربوط فعلا ازبکستان هست، اونو خراسان رفتن، عراق رفتن، حرمین مکه و مدینه رفتن و بعد از او باز حافظ ابن نقطه میگه در مورد اینکه بغداد رفتن یا نرفتن علما اختلاف نظر دارن، میگه اگر رفته باشم بعد از وفات احمد ابن حنبل رفتن، چون در حیات احمد ابن حنبل سب اگر میرفتن بعد از اونا روایت میکردن. به هر حال اونو شهرهایی که امام ترمذی سب سفر کرد به خاطر فرا گرفتن علم، اونو شهرهای مشهور و مراکز علمی مشهور اونمو وقت که خراسان و بصره و کوفه و واسط و بغداد و مکه و مدینه و ری، اینا از جمله همون مناطق و مراکز مشهوری هستند که امام ترمذی سب رفتند و سفر کردند. علوم امام ترمذی، امام ترمذی در کدام بخشها و یا در کدام رشتها به صفت امام شناخته شد و به اصطلاح متخصص شد، تخصص پیدا کرد؟ اونو در مورد از این علما میگن چهار علم، در چهار علم که هر چهار از او به حدیث ارتباط داره امام ترمذی سب صاحب تخصص بود و از تخصص خوب برخوردار بود. یکی علم حدیث است، علم حدیث است که احادیث با اسانید و با متونش، با اسناد و با متنش حدیث ها را حفظ کرد و اختلاف راوی ها
مثلا اگر ما ترمیزی را باز کنیم میبینیم میگه اینه ای راوی ای تو روایت کرده، اینه ای تو روایت کرده، اینه ای لفظی ای استاز است و این لفظی استاز دیگه ای هست. اونو با تمیز تفکیک صحیح و غیر صحیح که اینه ای صحیح است اینه ای صحیح نیست، لذا در ترمیزی ما ببینیم میگه هادا حدیث صحیح، هادا حدیث حسن، هادا حدیث حسن صحیح، اینه ای صلاحات به کار میبرن. دیگه با تفکیک صحیح و غیر صحیح، با تفکیک اختلاف طرق که اینه ای در طرق احادیث اختلاف است، اونو امام ترمیزی سب یکی از علومی که دو بسار برجسته و پیش قدم بود علم حدیث هست. دوم علم علل حدیث هست، علم علل حدیث هست که یکی از سختترین و مشکلترین بخش های علوم حدیث به شمار میره و بسیار کم تعداد انگوش شمار علما هستند که در این بخش مهارت داشته باشند، مثل امام بخاری سیب یا استادشان امام علی بن المدینی یا ابن معین اینا. و بخشی سومی که مربوط میشه به علم حدیث، علم جرح و تعدیل و معرفت رجال هست که در این ترمیزی ببینیم اونم راویه را معرفی میکنه، میگه اینی که لقبش گرفته شد ناموشی است، اینی که ناموش گرفته شد اینی لقبش است، و اینی راوی مثلا راوی ثقه است اینی ضعیف است. دیگه در ارتباط جرح و تعدیل راوی ها و شناخت راوی ها هم دسترسی داشتن. و چهارم فقه است، این سه چیز مربوط به حدیث میشد و به فقه خصوصا فقه الحدیث اونو به فقه هم دسترسی داشتن. اونو دلیل بر ازی است که امام ترمذی سه بعد از احادیث اونو نظر فقها را بیان میکنه، میگه اینه حدیث اونو به این حدیث از جمله علما اینا عمل کردن و اینه نظر اینا هست. اونو این نظر مالک سبا، فقه امام مالک سبا میاره، فقه ثوری سبا میاره، از فقه علمای حدیث صحبت میکنه، از فقه امام احمد بن حنبل و اسحاق معلومات میده. اونو از این معلوم میشه که امام با ترمیزی سب هم به فقه و هم به مذاهب فقها و هم به اختلاف علما در مسائل فقهی اونو در این موارد هم دسترسی کامل داشت. و در آخر کتاب العللش باز سند خودم ذکر میکنه که من فقه مالک مثلا از این ای شاگردایش فرا گرفتم، فقه امام شافعی را از این ای شاگردایش و فقه علمای دیگر از اینا. این چیز هست در ارتباط مهارت و یا تخصص امام ترمذی سب که سه بخش مربوط به حدیث میشد، یکی متون و اسانید احادیث، دیگر علم علل حدیث، دیگر علم جرح و تعدیل الرجال، اونو در ارتباط فقه. امام ترمذی از اساتیدی که استفاده کردن مثلا در رأس قتیبه ابن سعید بغلانی قرار داره، اسحاق ابن راهوی هست، محمد ابن عمرو ابن سواق بلخی هست، محمود ابن غیلان هست، اسماعیل ابن موسی فزاری هست، احمد ابن منیع، تعدادی از اساتید بسیار مشهور. اما بزرگترین استادی که امام ترمذی سب از اونها بسیار زیاد متاثر بوده و استفاده بسیار بزرگی را کرده، اونمو امام بخاری سب است که با امام بخاری سب مثل امام مسلم با امام بخاری مدتی دور و درازی بوده و از او همین بخش های مختلف علوم حدیثه که در او تخصص پیدا کرده از بخاری سب فرا گرفته. و اونو به این خاطر در ترمذی ما میبینیم سوال میکنه، میگه سألت محمدن، من در این مورد از امام بخاری پرسان کردم، در این مورد از امام بخاری پرسان کردم. اون استاد بسیار مشهور و چیره دستش امام بخاری رحمه الله است. تلامیز و شاگردایی که از امام ترمذی سب علم حدیث فرا گرفتن، اونو ابو بکر احمد ابن اسماعیل سمرقندی هست، ابو حامد احمد ابن عبدالله ابن داود مروزی هست و علمای دیگری از جمله محمد ابن احمد ابن محبوب راوی سنن ترمذی و هیثم ابن کلیب و دیگر هستند. در ارتباط مناقب و فضائل امام ترمذی سب، اون علما همه به یک صدا همه گفتند که امام ترمذی سب مشهور در مبین علما و اساتید به صلاح و استقامت شهرت داشت، یعنی از صلاح و از استقامت و در پهلوی علمش از صلاح و از استقامت هم برخوردار بود. و ای تو سخنی بسیار قابل تعجب نیست، چون میگن المرء على دین خلیله، انسان با مو راه و روش دوستش میره. اون وقتی که ای
دوستای از امامای حدیث باشن، امثال امام مسلم دیگرها یا امام بخاری سب، اونو شکی نیست که از اونا اون متقوایی که اونا داشتن، عبادتی که اونا داشتن و بیرغبتی به طرف دنیا و علم و عمل کردن به علم و گریستن و گریان از ترس الله، این چیزایی بود که در سیمای از اونا روشن و در سیمای از اونا معلوم بود. اونو هر کس که اونا را میدید خدا یادشان می آمد، اونو ترس و تقوا در دلشان پیدا می شد. یعنی اینا واقعا علمای عامل بودن، عالم عامل که با آنچه یاد داشتند و فرا گرفته بودند عمل میکردن، هم خودشان عمل میکردن، هم او را به دیگرا میرساندن و هم او را نشر هم میکردن و پخش میکردن. و بعد از او باز ستایش علما و یا مدح و توصیف علما و یا فرموده های علما در مورد امام ترمذی سب، اونو امام ترمذی سب شکی نیست که مثل دیگر امام ها یک امام بسیار برجسته بودن. تمام علما بر بزرگی از اینا و بر پیشتاز بودن و پیش قدم بودن از اینا در ساحه حفظ و در ساحه علم و در اتقان همه شهادت و گواهی دادن. از جمله امام بخاری سب گواهی بسیار مهمی که در مورد امام ترمذی سب داده، امام بخاری سب فرمودن و گفتن من تفعت بیک اکثر من تفعت بی، یعنی آن بهره ای را که من از تو بردم ای بیشتر است از او استفاده و بهره ای را که تو از من بردی. و همچنان کسی دیگه میگه عمر ابن علک یکی از حفاظ دیگه او میگه مات البخاری، میگم بخاری سب خوب وفات کرد اما فلم یخلف بخراسان مثل ابی عیسی، میگه در خراسان مثل ابو عیسی ترمذی مثل یزی کسی دیگه را در جای خود نگذاشت، هم در علم و هم در حفظ و هم در تقوا و پرهیزگاری. ابن حبانم صاحب صحیح ابن حبان میگه کان ابو عیسی ممن جمع و صنف و حفظ و ذاکر. واقعا امام ترمذی از جمله علمایی به شمار میرفت که احادیث جمع کرد، تصنیف و تألیف هم کرد، حفظ هم کرد و ذاکره و مذاکره های علمی و مجالس علمی را انجام داد. حافظ ابو یعلای خلیلی در کتاب الارشاد خود میگه ثقه متفق علیه، یعنی امام ترمذی سب یک امام ثقه و به ثقه بودن از اتفاق هست، مشهور بالامانه والعلم، که به علم و امانت شهرت داره. و علمای دیگه هم حافظ مزی میگه احد الائمه المبرزین و من نفعه الله به المسلمین، که یکی از امامای بسیار مشهور و از او کسایی که خداوند مسلمان ها را توسط از این نفع و سود بخشیده. تصانیف و تألیفات امام ترمذی سب، امام ترمذی سب بعد از اینکه از شهرت بسیار بسزایی برخوردار میشه و در مابین خاص و عام شناخته میشه و علما همه به علم یزی و به تقوا و بر زکاوت و قوت حفظ یزی شهادت میتن، اونو به تألیفات هم شروع میکنه امام ترمذی سب. از جمله تألیفات کتابایی که تألیف میکنن یک جامع ترمذی است که در مابین مردم به سنن شهرت داره، یا سنن ترمذی و یا جامع ترمذی که یکی از اصول ششگانه مشهور و معتمد هست. و همچنان کتاب دیگه‌ای که اینا تألیف کردن کتاب العلل هست، که دو کتاب العلل، یکی علل کبیر هست که مستقل تألیف شده، یکی علل صغیر هست که در آخر سنن ترمذی و یا جامع ترمذی طبع و چاپ شده. و کتاب سومی که اینا تألیف کردن شمائل هست، شمائل یعنی در ارتباط صفات پیامبر صلی الله علیه وسلم تألیف کردن که او هم چاپ شده و شرح های بر اونها نوشته شده. کتاب دیگه ای که توسط امام ترمذی سب تألیف شده تسمیت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، این کتاب ها همه کتاب هاییست که چاپ شده و در دسترس مردم قرار داره. کتاب های دیگه ای هم توسط امام ترمذی سب تألیف شده اما نیست و تا هنوز به ما نرسیده، یعنی در اختیار مسلمانان قرار نگرفته. از او کتاب ها نام گرفتن کتاب تاریخ، کتاب الزهد، الاسماء والکنا، یعنی این کتاب هاست. وفات امام ترمذی سب بعد از اینکه امام ترمذی سب از عمری که خداوند داد و علمی بسیار و عمر مبارک و علمی که داد علمم علم مبارک، بعد از اینکه اونو شاگردایی را تربیه کرد و کتابایی را تألیف کرد و احادیثی را که جمع کرد، اونو در ماه رجب
سال 279 هجری قمری در رمو قریه بوغ که یکی از قریه های ترمیز است اونو وفات میکنن و جان به جان آفرین میسپارن. بعد از او موضوع دوم در ارتباط معرفی امام ترمیزی سب معرفی کتابشان است که سنن ترمیزی هست. امام ترمیزی سب که شاگرد خاص و شاگرد به اصطلاح خصوصی یا مخصوص امام بخاری سب هستند و امام ترمیزی سب هم تقریبا روش و یا شیوه استادشان تعقیب میکنند. اونو و به خاطر کتاب ترمیزی سب و یا سنن ترمیزی یکی از کتب ششگانه احادیث به شمار میره. امام ترمیزی سب میگن در ابتدا ای تنها به ذکر احادیث اکتفا کرده بود، یعنی تنها احادیث ذکر کرد و بعد از او باز دید که والا تنها احادیث ذکر کردن شاید یک تعداد مردم از استفاده کرده نتانند، اونو بعد از او باز بعد از احادیثی که در هر باب می آورد اونو مذاهب فقه ها را نظر فقه های مطرح ها و همچنان علل حدیث بعضی حدیث ها کدام علتی که داشته باشه، یعنی چیزای مفیدی دیگر مثل که امام بخاری بعضی نکات علمی و مفید زیر عناوین مثلا تراجم ترجمه الباب یا بعضی آثار آوردن، اون امام ترمیزی سبن برای ازی که کتابشان دلچسب شوه و که و از بخش های مختلف کتاب مردم استفاده کنن اونو تنها به آوردن متون احادیث اکتفا نکردن، بلکه در پهلوی متون احادیث اونو نکات فقهی و آرا و نظریه های علمای برجسته فقه و همچنان نکات حدیثی و مسائل مربوط به باریکی ها و دقایق علم حدیث ایچیزا را هم در نظر گرفتن و با این شیوه امام ترمیزی سب خواستن که کتابشان جامع در مابین حدیث و اثر باشه، یعنی همه یک طرف حدیث و اثر هست و یک طرف فقه و نظر هم باشه. پس کتابشان طوری که بعض علما گفتن جمع فیه بین الحدیث والاثر والفقه والنظر من غیر تکلف فی العباره ولا صعوبه فی السیاق، یعنی امام ترمیزی سب هم احادیث و آثار جمع کردن در پهلوی از فقه و نظر علما و این کار بدون تکلف و بسیار با یک سبک روان و شیوه روانی کار کردن. موارد و مصادر امام ترمیزی سب اونو مصادرشان طوری که از خود کتاب ترمیزی فهمیده میشه موطا هست، مگر احادیثی که از امام مالک سب میرسه اونو از موطا گرفته شده، احادیثی که از طریق وکیع امام وکیع بن الجراح روایت میکنن و کتابای وکیع میرسه، اینمیت و سفیان ثوری و عبدالرزاق صنعانی و عبدالله ابن المبارک و امام شافی سب و تاریخ های امام بخاری سب که تاریخ کبیر و صغیر و اوسط داره، اینا مراجعشان بود. مثل که اگه استاد امروز در اصل امروز تحقیق میکنه باید او مرجع و مأخذ داشته باشه مراجعش، اون مراجع امام ترمیزی سب هم این تألیفات و کتاب های امام بخاری سب، تألیفات امام عبدالرزاق صنعانی، وکی ابن الجراح، موطا، عبدالله ابن المبارک، امام شافی سب، این هم اینا بود. امام ترمیزی سب نام کتابشان جامی گذاشته و این مشهور است، نام مشهورش جامی هست و یک تعداد علمای را سنن هم گفتن، سنن اونو جامی به این خاطر گفتن اکثریت بابهای علم و بابهای ابواب فقهی است و سنن به خاطر ازی گفته شده که احادیث احکام به شکل مرتب ذکر شده که اول مثلا کتاب الوضو، بعد از او باز صلات و باز اونموت و کتاب های دیگر. و موضوعی از این موضوع کتاب ترمیزی سب موضوعش طوری که خودشان گفتن الحدیث المرفوع الذي عمل به الفقهاء، موضوع امام ترمیزی سب در این کتاب احادیث مرفوعی بوده که به او فقها عمل کرده یا به شکل اجماعی و اتفاقی یا به شکل اختلافی یا به شکل انفرادی، یعنی بعضی احادیث طوری است که همه علما به او اتفاق دارن و عمل کردن، بعضی احادیث طوری است که بعضی علما عمل کردن و بعضی دیگری نکردن و بعضی احادیث طوری است که تنها یک عالم مثلا عمل کرده. پس موضوع اساسی کتاب ترمیزی سب احادیث مرفوع بوده. احادیث مرفوع که میگیم اونو موقوف و مقتوع میبرایه، آثار صحابه و تابعین میبرایه. اونو به مخاطر امام ترمیزی سب یک اصطلاح خاص داره که در باب میگه
ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما دي بابها احاديث رميارم كاز رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات شده، يعني احاديث مرفوره. پس موضوع امام ترمذی سب موضوع اساسی کتاب ترمذی سب اونمو حدیث های مرفوعی هست که علما با او فقها عمل کرده، یا به شکل اتفاقی یا به شکل اختلافی یا به شکل انفرادی. باز اونمو احادیث مرتب ذکر کرده، مرتب بر ابواب علم که اول عبادات و باز معاملات و باز اونمو تو و با رعایت اختصار ای تمام احادیث هم ناورده، بلکه از جمله احادیث مربوط به یک باب یک و یا دو حدیث میاره، اونو به دیگرایش اشاره میکنه، میگه و فی الباب عن فلان و فلان و فلان. اونو بعد از او باز مذاهب و نظر علما را ذکر میکنه و در بعضی حالات ترجیح میده که این ای قول راجح است و گاگای بعضی نکات بسیار دقیق علمی را هم در ضمنش ذکر میکنه. و بعد از باز اصطلاحات، یکی از خصوصیات خاصی که امام ترمذی سب او اصطلاحات به کار برده اونمو واجه ها و اصطلاحاتش است. هر کتاب از خود یک اصطلاح و هر مؤلف و امام و عالم از خود در تالیفاتش بعض اصطلاحات می داشته باشد. امام ترمذی سب هم بعض اصطلاحات به مردم یا به علما معرفی کردند. او اصطلاحات بعضش اصطلاحات مفرده هست، یعنی یک کلمه، مثلا حدیث صحیح، صحیح اونمو حدیث صحیح، اونمو حدیثی است که شرایط پنجگانه صحت حدیث که عبارت از متصل بودن سند، عادل بودن راوی ها، دارای ضبط تام که از ضبط تام برخوردار باشند و شاز و علت نباشه، اینه ای اونو را حدیث حدیث صحیح گفته میشه. پس گاه امام ترمذی سب میگه حدیث صحیح، گاه میگه حدیث حسن. حدیث حسن اونمو حدیثی است که خودش باز معرفی کرده است که منظور حدیث حسن در سید ترمذی کدام حدیث است که او سه شرط دارا بوده باشه، در سندش راویی که متهم به دروغ است نباشه، حدیث شاذ نباشه و ولی از یک طریق دیگه و یا از یک کسی دیگه روایت شوه. حدیث غریب میگه، این اصطلاحات مفرده است، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث غریب. و اصطلاحات مرکب هم داره، مثلا صحیح غریب میگه و حسن غریب میگن و حدیث حسن صحیح میگن. و بعد از او باز موضوع دیگه ای که به کتاب ترمذی سی ارتباط داره و عبارت از شروحات، میایم به شروحاتی که یا شرحهایی که بر بالای سنن ترمذی رحمه الله نوشته شده. پیش از شرحها باید بگیم که جایگاه کتاب ترمذی، کتاب ترمذی در مابین دیگر کتابهای حدیث از کدام مقام و یا جایگاه برخوردار است. نظر به فواید زیادی که در این کتاب هست، اولی که ما پیشتر اشاره کردیم که در این هم فقه هست و هم حدیث و آثار هست و هم نظر فقها هست و هم بعض نکات علمی هست، اونو به خاطر ازی و این خودش اصل است، یکی از اصول هست در شناخت حلال و حرام و شناخت احکام چی عبادات و چی معاملات باشه و دهی فضائل و مناقب، یعنی احادیث مربوط به فضائل و به مناقب، احادیث مربوط به سیرت و تاریخ، و نکات مربوط به جرح و تعدیل، اونو به خاطر اینمی امام ترمذی سب نام یزره الجامع میگذاره، جامع ترمذی. و این نام هم یک نام به اصطلاح چیز هست، یعنی کتاب تنها به یک بخش یا مربوط یک قشر نیست، بلکه از این محدثین هم استفاده کرده میتونن، علمای علم علل هم به این نیاز دارن، علمای فقه هم برای شناختن نظر فقها هم به این نیاز دارن، پس این را نامش جامع گذاشته. و بعضی علما مثل حاکم نیشابوری صحیح هم همراهش علاوه کرده که الجامع الصحیح، چون اکثریت احادیثش میگه صحیح است، ولی قول دقیق و راجح است که صحیح این را گفته نمیشه، بلکه این را سنن ترمذی یا جامع ترمذی گفته میشه. و هر حال اونو بعد از او باز میاییم و شرحهای از اونو شرحهایی که سر از این نوشته شده، شرحهای زیادی نوشته شده، از جمله عراقی، از جمله ابوالفتح ابن سید الناس سر شرح نوشته میکنه و او کامل نمیشه، بعد از او باز عراقی نوشته میکنه. و حافظ انورشاه کشمیری سر از این شرح دارن، همچنان علامه بن نوری یوسف بن نوری سب بنام معارف سنن سر از این شرح داره. اما مشهورترین شرحی که بر بالای از این نوشته شده اونمو شرح مبارک فوری هست به نام تحفة الاحوزی، شرح جامع ترمذی هست. به هر حال ای بود معرفی امام ترمذی سب و
و معرفی کتاب ترمیزی سب و شکی نیست که علما مسئولیت خدا، مسئولیت دینی و ایمانی خدا در برابر علم و در برابر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از اهمیت های سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن کسایی که بعد از ما زنده بمانن انه من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، با بسیار اختلاف و تشنج و چیزا روبرو میشن. اون نجات از اختلاف این مرض، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرض معرفی کرد و نجات از این مرض، تداوی مرض چطور میشه از اختلاف و از شقاق و نزاع در امان بمانیم، اونو پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن فعلیکم بسنتی، شما سنتی مرا یعنی پیروی از سنتی مرا بر خود لازم قرار بدین و سنت الخلفای الراشدین، یعنی می سنتی مرا خلفای راشدین هم تعمیل کردن اونو از سنت خلفای راشدین هم پیروی بکنین. انالی اگر ما خواسته باشیم این سنت نبوی را از کجا پیدا کنیم، اونو مرجع ازی در قدم اول صحیح بخاری هست، بعد از او صحیح مسلم هست، بعد از او باز سنن ترمیزی هست و بعد از او باز سنن ابو داود هست و پنجم سنن نسائی و ششم سنن ابن ماجه هست و کتاب هفتم دیگه که مسند امام احمد بن حنبل است دارای 40,000 حدیث. اگر او را جمع کنیم علما میگن این هفت کتاب شامل تمام روایات مربوط به علم و مربوط به عمل. مسلمان باید بیاموزه و عمل بکنه، آنچه که باید بیاموزه در این هفت کتاب هست و عمل بکنه. پس ذخیره علمی ما و ذخیره فرهنگی ما همین هفت کتاب است و درست است کتابای دیگه هم است و اونا هم هر کتاب در جای خود ارزش خاص خود داره، ولی اکثریت احادیث حتما در همین هفت کتاب یا در بعض از همین کتاب ها هست، مربوط به هر موضوعی باشه، چی موضوع عقاید و ایمانیات هست یا موضوع اخلاق و تزکیه هست یا موضوع معاملات هست که معاملات هم بخشای مختلف داره، ما اگر ضرورت داشته باشیم اونو الحمدلله نظر به وعده‌ای که الله تعالی کرده که دین خود حفاظت میکنه، اونو دین ما، مدارک دینی ما و سند از اسناد دین ما اونو الحمدلله در این کتاب ها ذخیره شده و جمع شده و الله تعالی جای بزرگار جنتی برین قرار بده و ما را توفیق نصیب کنه که از این اندوخته ها و از این ذخایر علمی مستفید شویم و استفاده بکنیم. این بود معرفی سنن ترمذی و پیش از این معرفی خود امام ترمذی سب. در پایان شما را به خداوند یکتا می سپارم.